تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از مسابقه با تیم سوریه حال برای مسابقه و رقابت با تیم کشور کمبودیا آمادگی می‌گیرد. ما امروز در مورد قابلیت و انتخاب بازیکنان جدید برای تیم فوتبال افغانستان با محترم آقای محمد یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان صحبتی داریم که خوشبختانه ایشان را در استودیو با خود داریم و مهمان تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستند. آقای کارگر سلام بر شما، ممنون و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. ابتدا به شکل بسیار خلاصه روی هدف سفرتان تشریح بدید. تشکر، عرض و ادب سلام خدمت شما و خدمت بیننده‌های عزیز محترم تلویزیون آشنا. هدف اصلی ما برای این مسابقه سفر ما انتخاب بهترین پلیرها در رده‌های سنی مختلف که در کالیفرنیا بود برای تیم 16 سال، تیم 19 سال ما که مسابقات آسیایی پیش روی داره و همچنان تیم بانوان ما. و هدف مهم دیگه یک رویداد بزرگی بود که اعمار ساختمان یک استادیوم میادی برای افغانستان است. بسیار عالی. همیشه انتقادی که ما داریم از ورزشکاران است که استادیوم وجود نداره و اماکن تمرینات و ورزشی در افغانستان. کمی بیشتر در مورد ایجاد استادیوم معیاری برای فوتبال معلومات بدید. طبعا یک امتیاز بزرگ را که افغانستان در سطح ملی و سطح بین‌المللی از دست می‌دهد میزبانی مسابقات نداشتن استادیوم استاندارد، فیفا اجازه نمیده که مسابقات ما در افغانستان دایر گردد. ما قبلا تماس ها و ارتباطات داشتیم. خود پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان و قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان در سطح ملی و در سطح بین المللی انعکاس بسیار مثبت داشته. در سطح ملی برای وحدت ملی افغانستان و در سطح بین المللی توجه جهانیان برای فوتبال افغانستان جلب کرد که نقش فوتبال چقدر مثبت در جامعه بازی کرده. خاطر ما یک استادیوم استاندارد آمریکا تصمیم داره که در افغانستان و گروهی که دیروز ما جلسه رسمی سر پلان استراتژی از این استادیوم کار کردیم و این استادیوم برای افغانستان با مو ظرفیتایی که ضرورت است برای افغانستان اعمار میشه و همچون این استادیوم به شکل یک استادیوم استاندارد بین المللی که افغانستان بعد از این دیگه دچار مشکلات از این نباشه که مسابقات که میزبانی که داره او کشورها بیاین در افغانستان مسابقات خود دایر کنه و یک تاثیر بسیار مثبت سر روان ورزشکارا، فوتبالیستا و خود کشور و وطن داره. خب رقابت های جهانی سال 2018 البته در روسیه در راه است. چقدر امکان حضور تیم فوتبال افغانستان در این رقابت میره؟ تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه خود بازی های خود آغاز کرده که بازی اول متاسفانه مقابل سوریه مغلوب شدن و بازی دومشان با کمپوچی هست. تیم ملی تازه مربی که ما مشکلاتی که داشتم دکتر فعلا اجازه نمیداد که ما برای مربیگری بریم با تیم ملی باشم. مربی تازه هم از کشور آلمان جذب شده بر طرف فدراسیون فوتبال افغانستان و بازی دوم ما با کمپوچی هست. روی ورزشکاران ما حال بهتر شده، یکم تیم ناهمگی های خود در مقابل تیم سوریه داشته و پوزیشن هایی که لازم بود باید انتخاب میشد نشده بودن، اما در بازی کمپوچیا انشالله تعالی بخیر او تیم کمپوچیا را شکست میده. بله، برمیگردیم به امتیازاتی که یک بازیکن حرفه‌ای ورزشی معمولا در کشورهای رو به انکشاف داره. فکر میکنین که بازیکنان تیم فوتبال تا چه حد از امکاناتی که به اون نیاز دارن، بالفرض ما میشنیم که اینا برای تمرینات میرن حتی یک دکتر همراه از اینا نیست که در صورت جراحت به اونا رسیدگی کنه. بله، این مشکلات و این چالش هایی که در پیشروی داشتیم در گذشته ها زیادتر بود، اما در این اواخر سکتورهای خصوصی بسیار با تیم ملی فوتبال افغانستان کمک کرده، اسپانسر شده تیم ملی فوتبال افغانستان علی کوزه که برای مسابقاتی که برای جام مقدماتی 2018 روسیه بازی‌های آسیایی شروع شده تمام مصارفش برای مسابقاتشان، برای کمپای تمرینیشان، برای این بازی‌هایی که رفت و برگشت دارن، چون افغانستان برگشت اجازه نداره یا میزبانی را اجازه نداره، به مو خاطر ما به یک کشور سیومی بریم مسابقات خود انجام میتیم. بله. دیگه این بازی های ما در کشور سیومی انجام صورت میگیره، اما این سپانسرهای قوی هست که فعلا فوتبال افغانستان و امکانات خوبه در عرصه تیم ملی ما داریم. بسیار عالی. شما یکی از چهره‌هایی بودین که در طول تمام رقابت‌های فوتبال وقتی افغانستان به دلایل مثبت در صدر اخبار جهان با برنده شدن تیم قرار گرفت، همه با شما آشنا شدن و همه نگران از صحت شما بودن. معلومات بدین که در حال حاضر طوری که می‌بینیم البته شفایاب شدین، تصمیم بعدی و قدم بعدیتان چیست؟ تشکر.
قسمی که شما در جریان هستین در طول مدت 6 ماه میشه که ما دوباره به فدراسیون بازگشت کردیم و کار خود آغاز کردیم و دکتر اجازه نمیده که ما فعلا عملا تمرین فیزیکی را انجام بدیم و بعد از اینکه دکترها اجازه داد ما با تیم ملی فوتبال خود هستیم. ممنون شما با این خبر خوش از تیم ملی فوتبال افغانستان در ختم بخش دری قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.